سلام دوستان، در بیش از 250 کشور جهان سنت‌های متفاوتی بر صرف انواع غذاها وجود دارد. هر کدام از آنها دارای سنت‌های خاصی هستند. حتی در یک کشور ترجیحات غذایی می‌توانند از یک منطقه تا منطقه دیگر یا از یک شهر به شهر دیگر متفاوت باشند. این غذاها شاید در بین مردم عام یک منطقه یا شهر معمولی به نظر برسد، اما برای کسی که خارج از کشور می‌آیند می‌تواند کاملاً جالب و حتی چندش‌آور باشد. خب، انتخاب به دست شماست که هنگام سفر برخی از این غذاهای عجیب و غریب را امتحان کنید یا نه. البته امتحان و چشیدن مزه غذا از فرهنگ‌های مختلف یک موضوع بسیار دلچسب است، اما موارد استثنایی وجود دارد که برخی محصولات غذایی میتوانند برای سلامتی شما واقعا خطرناک باشند و امروز ما برخی از خطرناک‌ترین محصولات غذایی را به شما معرفی می‌کنیم که مردم به هر حال آنها را می‌خورند، اما یک اشتباه کوچک در اندازه‌ها یا روش پخت و پز آن می‌تواند کشنده باشد. پس شروع می‌کنیم. شماره 5، هشت پا یا اختاپوس. این غذای دریایی غیر معمول در بسیاری از کشورها رواج دارد. اگر گاهی از آن خورده باشید مزه اش شبیه بلاستیک میماند، اما اگر به طور مناسب پخته شود گوشت این موجود دریایی نرم و آبدار است. در اسپانیا و پرتغال یا یونان می توانید هشت پا را به صورت جوشانده یا کباب امتحان کنید. در ژاپن به شکل ساشیمی که به صورت خام ریز شده صرف می شود. در مالتا آن را همراه اسپاگتی سرو می کنند. کره جنوبی به افراطی ترین روش خوردن هشت پا معروف است. آنها این موجودات را فقط با سوس و چاشنی زنده می خورند، اما این تجربه خوردن ممکن است واقعا خطرناک باشد. طبق برخی گزارش ها سالانه چندین نفر در کره جنوبی در اثر خوردن هشت پا جان خود را از دست می دهند. معمولا قبل از خوردن هشت پا آن را به قطعات کوچک برش می دهند، اما شاخه های آن هنوز در حال حرکت هستند که می توانند به آسانی مجرای تنفسی را بند کند. در این ویدیو می بینید که یک بلاگر از چین تصمیم به خوردن هشت پای زنده می کند. به هر حال میبینید که نتیجه خوردن هشت پای زنده چگونه به پایان رسید. هشت پا به چهره دختر چسبید و او به سختی توانست از چنگال آن خود را خلاص کند. شماره 4، فسیک مصری. وزیر بهداشت مصر هر ساله به مردم هشدار میدهد که غذای فسیک را نخورند. دلیل این امر این است که این غذا از ماهی مرده تخمیر شده تهیه می شود. هر گونه نقص در روش پخت و پز این غذای باستانی می تواند منجر به مسمومیت با سموم و حتی مرگ شود، اما به نظر نمی رسد هشدارهای مقامات مصری جدی گرفته شود، زیرا روزانه هزاران نفر در مصر به خوردن غذای فسیک می پردازند. سرآشپزهای محلی که به هنرهای مختلف طبخ و آشپزی تسلط دارند ادعا می کنند که این دانش در خانواده های آنها از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود و اجداد آنها نیز به نوبه خود این مهارت ها را از مصریان باستان در دوران فرعونیان یاد می گرفتند، که در دوران فرعونیان وقتی که آب های رود نیل فرو می رفت هر بهار ماهی های زیادی در سواحل پوسیده باقی می ماند. آن موقع بود که مصریان برای اولین بار این ماهی ها را برای پخت و پز امتحان کردند و امروز این غذا از محبوبیت خاصی در بین مردم مصر برخوردار است. البته این غذا اکنون به روش کاملا متفاوت تهیه می شود. ابتدا ماهی کاملا با نمک شور شده در خورشید خشک می شود و سپس در کاسه های استریل شده قرار می گیرد که در آن تا 45 روز دیگر در یک آب نمکی مخصوص نگهداری می شود و نتیجه آن یک غذای غیر معمول با بوی بسیار قوی است که اگر کدام وقت توریتان به مصر افتاد حتما آن را استشمام خواهید کرد. شماره 3، پنیر کازی مارزوی ایتالیایی. ایتالیا همیشه به خاطر پنیرهای خوشمزه خود مشهور بوده و برخی از آنها دارای طعم و بوی کاملا عجیب و غریب هستند، اما تنها شجاع‌ترین گردشگران جرأت خوردن و مزه این نوع پنیرها را دارند. پنیر کازی مارزو در جزیره مدیترانه ساردینا از شیر گوسفند تهیه می شود. این پنیر ظاهرا معمولی به نظر می رسد، اما راز آن در مخلوط کرمهای زنده در آن است که این محصول را به حالت پوسیدگی و نرم نگه می دارد. بعضی ها قبل از خوردن این پنیر کرم ها را از آن جدا می کند، اما نه به دلایل زیبایی شناختی، بلکه به خاطر که این کرم ها هنگام تحریک می توانند تا 15 سانتی متر طول خود را افزایش دهند. به کسانی که تصمیم می گیرند این غذا را با مگس های داخل آن امتحان کنند توصیه می شود از ششمان خود محافظت کنند. بدترین چیزی که بعد از خوردن این نوع پنیر می تواند رخ دهد این است که این کرم ها اشتباهاً بلعیده شود، زیرا معده نمی تواند این موجودات را هضم کند. انگل ها بعد از داخل شدن در بدن می
توانند در روده ها به زندگیشان ادامه داده و باعث اختلالات و عوارض بسیار نزد فرد شود. به همین دلیل سالها پیش تولید این پنیر هم توسط مقامات ایتالیایی و هم نهادهای نظارتی اتحادیه اروپا ساردینیا ممنوع اعلام شد و کشاورزان سعی کردند چندین مرتبه این ممنوعیت را برطرف کنند که تولید این پنیر یک سنت ملی است، اما تلاش آنها بدون موفقیت بود. با وجود آن هم امروزه این نوع پنیر را به راحتی می توان از بازار سیاه خریداری کرد. شماره 2، صدف خونی. کشورهای آسیای جنوب شرقی بسیاری از غذاهای غیر معمول دارند. به عنوان مثال، یکی از این غذاها صدفهای خونی هستند که در آبهای دریاهای جنوب شرقی زندگی میکنند. به دلیل وجود مقدار زیاد هموگلوبین در بدن این موجودات دارای رنگ سرخ خون مانند هستند و در بیشتر از کشورهای آسیای جنوبی از جمله چین از آن به عنوان منبع غذایی استفاده می شود. صدفهای خونی روزانه 40 لیتر آب دریا را فیلتر میکند. این بدان معناست که این صدفها انواع باکتری ها و ویروس های مضر را در خود جذب می کند. آنها به صورت خام بخار زیاد جوشانده صرف می شوند، اما این درجه حرارت برای از بین بردن ویروس های موجود در آن غیر کافی و آنقدر ناکارآمد است که نمی تواند فرد مصرف کننده را از آلوده شدن به بیماری ها چون دفتری و هپاتیت ا محافظت کند. در سال 1988 استفاده از صدف خونی نیم پخته باعث شیوع شدید هپاتیت ا در شانگ های چین شد که طبق منابع مختلف حدود 300,000 نفر پس از این واقعه آلوده شدند. سپس فروش و واردات این محصول در شانگهای ممنوع شد. در شهرهای دیگر چین صدف خون هنوز هم یک غذای لذیذ محسوب می شود. مشتریان آنها را از بعضی از فروشگاه‌ها تهیه کرده و در رستوران‌ها به ذوق خودشان سفارش می دهند. و شماره 1، فوگو. برخی ها فکر میکنند سوشی یک غذای سنتی خطرناک ژاپنی است، زیرا حاوی گوشت خام ماهی سوشی است، اما ظاهرا این افراد در مورد ماهی دیگری به نام فوگوی ژاپنی نشنیدند. خطر واقعی در خوردن این نوع ماهی نهفته است. این مبالغه نیست که در ژاپن بدون کسب جواز فروش آشپزان نمیتوانند این ماهی را در رستوران ها بپزند. سرآشپز های ژاپنی چگونگی باز کردن و پختن آن را برای سالها و گاهی چندین دهه یاد میگیرند. به این دلیل که اندام های داخلی این موجود دریایی حاوی تیترو دو توکسین، سم کشنده ای است که خونسا کردن آن تقریبا غیر ممکن است. این سم به راحتی توسط سلول های خونی جذب می شود که حداقل در 50% از واقعات منجر به مرگ فرد می شود. برای مقایسه، تیترو دو توکسین 1000 برابر کشنده تر از سم شناخته شده دیگر است. صرف و پختن ماهی فوگو به خاطر خطرناک است که سم موجود در آن رنگ و بوی خاصی ندارد و مانند آب معمولی به نظر می رسد. بنابراین آشپز دقیقا باید بداند که با هر میلی متر اسکلت ماهی چی کاری باید انجام شود. امروزه فوگوهای مصنوعی نیز پرورش می‌یابند که حاوی مواد سمی نیستند، اما یک ماهی فوگوی واقعی انوس هم در توکیو از غذاهای با ظرافت خاصی محسوب می‌شود. فوگو به تنهایی در بیش از 3000 رستوران تنها در توکیو سرو می‌شود و یک وعده غذای ماهی فوگو می‌تواند بیش از 1000 دلار آمریکایی هزینه داشته باشد. با وجود خطرات، کارشناسان امروزه خوردن ماهی فوگو در رستوران‌های دارای مجوز را کاملاً بی‌خطر می‌پندارند. آمار 50 سال قبل از خوردن ماهی فوگو تایید می کند که حدود 100 ژاپنی در هر سال پس از مصرف این غذا جان خود را از دست می دادند، اما امروز این تعداد به 2 یا 3 نفر کاهش یافته است.